خوش آمدین هموطنان عزیز، آرزومند هستم همیشه همینگونه با برنامه صبح خورشید باشین. ما رو تنها نگذارین، خوشبختانه میماندار هستیم. آقای مجیب الرحمن کریمی با ما هستن که ایشان فعال اجتماعی در بلخ هستن و بیشتر صحبت ها در مورد فعالیت های اجتماعی شان در بلخ صحبت های زیاده میداشته باشیم. سلام، صبح بخیر، خوش آمدین آقای. سلام و درود خدمت شما، خدمت همکاران محترمتان و همه بینندگان عزیز تلویزیون خورشید. امیدوار هستم که صبح با خوبی خوشی آغازگر شده باشید و لباس صحت و عافیت در تن داشته باشید. ممنونتان، زنده باشین آقای کریمی. میخوایم بیشتر صحبت در مورد فعالیت های اجتماعی شما در ولایت بلخ داشته باشید. ولایت بلخ یکی از ولایت های درجه یک افغانستان می باشد که همچنان یکی از ولایت های استراتژیک، مرزی، سیاسی بگیم و در رأس های مختلف دستاورت های خیلی پیشرفتی دارم و در ولایت بلخ جوانان در عرصه های مختلف اجتماعی، برنامه فرهنگی، برنامه رشد انگیزه، فکر جوانان فعالیت ها صورت می گیره. دیگه که ما همچنان در همی عرصه با جوانان که هم فکر هست همراهیم و در پهلویم فعالیت میکنن، در میارس های مختلف فعالیت های بسیار زیاد داریم. بسیار خوب، یعنی فعالیت های زیاده داشتیم. بله دقیقا. میخواییم بیشتر در این مورد هم صحبت های داشته باشیم. به خاطر آینده چی پلان های روی دست دارین و تا اکنون کارهایی را که شما انجام داده این چقدر موثر بوده و قابل قبول خودتان بوده؟ ما مراکز مشوره دهی برای جوانان در راستای تحصیلی و شغلی داریم و همچنان برنامه سیمیناری و ورکشاپ هایی که به خاطر رشد فکر و انگیزه یک جوان ما دایر میکنیم در خود ولایت بلخ و ولایت های شمال کشور. دیگه به خاطر جوانانی که مشکلات اقتصادی دارن ما برنامه هایی که تحصیلی مانند تخفیف در پانتونا، بورسیه یا اسکالرشیپ که میگیم ما گرفتیم و جریان هم داره می پروسه ما که مصدر خدمت به هموطنان اما کسایی که توانایی ندارن، توانایی پرداخت فیس، ما همیشه در این راستا به جوانان، به مردم خود و همچنان به مردم ولایت های همجوار خود خدمت کردیم. بسیار خوب، شما جوانا رو چگونه دریافت کردین؟ چون بعضی اصلا علاقه مندی زیاد دارن اما هزینه زیادی ندارن که باید برن تحصیل خود ادامه بدن. چون همه میدانیم زمانی که هزینه نباشه به خاطر تحصیل یکم دو چهار مشکلات همه میباشن. بله. بلتونای دولتی که هیچ مشکلی نداره اما خصوصی این همه مشکلات هست که باید پول بپردازی و بعدن بری بخونی. زمانی که شما سروی کردین یا میتر نگاهی را که برگزار کردین جوانا رو چگونه دریافت کردین؟ جوانان ستون فقرات یک جامعه را تشکیل میدن و باید علاقمندی خودشان شما یافتین که چقدر به درس؟ بله دقیقا، در ولایت بلخ جوانان خیلی به تحصیلات و فعالیت ها بسیار علاقه زیادی دارند که در پانتونای خصوصی ما روابط داریم که به جوانان زمینه بورسیه، اسکولارشیپ و حداقل تخفیفی که 50% 30% که میگن ما گرفتیم و میگیریم به جوانان. بسیار خوب. آقای کریمی شما از بلخ تشریف آوردین، چند بله. روز میشه؟ تقریبا 3 روز میشه. 3 روز میشه. بله. بسیار خوب. میشه از وضعیت کرونایی هم صحبت داشته باشیم در بلخ چگونه بود؟ چون میگن موج سوم ویروس کروناش بیشتر از شدتش بله. بیشتر شده، بخصوص در مزار شریف که بعضی از شناسای ما هست میگن که زیادتر شده. از خودتان میخوایم بشنویم. وضعیت کرونایی ولایت بلخ بدبختانه با دامنگیر همه ولایت شده که خیلی از مردم ما شما و مردم ولایت بلخ دست و پنجه نرم میکنن دیگه، ولی امیدوار هستیم که پس خدمات صحی را همچنان شاید شما از بیرون کرده باشین که چیگونه بوده؟ خدمات صحی هست ولی مشکلات در همه نقاط کشور در راستای نبود اکسیژن، نبود امکانات درست می باشه، ولی دکترای ولایت بلخ که در رأس رئیس های صحت عامه ولایت بلخ می باشن خیلی زحمت می کشه و همچنان والی صاحب ولایت بلخ جناب عظیمی صاحب روزانه دید بازدید از فابریکه کوزه بلخ که اونجا اکسیژن تولید میشه و از شفاخانه کویت نوزه که مخصوص است اونجا دید بازدید میکنه تا به مریضان امکانات و سهولت های بیشتری ارائه شود.
بسیار خوب، ممنون شما از اینکه تشکر شما سلامت باشین. تشکر از دعوتتون. شما جوان با استعداد هستین و آرزومند هستم دیگه جوان ها هم شما را الگو قرار داده بشن که موفقانه پیش برن. ان شاء الله. تشکر از دعوتتون. سلامت باشین. ممنونتون، همیشه موفق باشین. حالا هم وضعیت آب و هوا را با هم اینجا تماشا میکنیم، دوباره برمیگردیم، ما را همراه باشین.